توی این ویدیو همراه ما باشید. میخواییم تمام اتفاقات تلخی که برای جواد یستاری خواننده معروف کوچه بازاری افتاده با هم یه مروری بکنیم، از دست دادن دو فرزندش تا ممنوع کار شدنش و اتفاقات تلخی که برایش توی بازار افتاد. با ما همراه باشید، همه اتفاقات رو بررسی میکنیم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. جواد یستاری خواننده معروف سبک کوچه بازاری، متولد 23 اسفند سال 1325 در شهر تهران هستش. اون سواد زیادی نداره و اونطور که خودش میگه فقط خوندن نوشتن رو بلده و سوادش در حد همون ابتدایی هستش. در نوجوانی علاقه شدیدی به کشتی داشت و تصمیم گرفت در آینده کشتیگیر بشه، ولی خب متاسفانه حادثه تلخی توی کشتی براش افتاد و با اینکه خیلی شرایط خوبی داشت و میتونست حتی به تیم ملی بره و در حد قهرمانی پیشروی کنه، متاسفانه توی جوانی کشتی رو به خاطر آسیبی که به بدنش وارد شد کنار گذاشت. بعد از اون تصمیم گرفت که بازیگر بشه و توی دوران جوانی چند تا فیلم سینمایی هم بازی کرد، ولی خب خیلی درخششی نداشت و آنچنان معروف نشد. بعد از اون که تازه ازدواج کرده بود تصمیم گرفت که یک کسب و کاری واسه خودش توی بازار دست و پا کنه، واسه همین وارد بازار تهران شد و اولش هم اوضاع احوال بد نبود و درآمد خوبی رو از طریق بازار به دست می آورد، ولی خب اونطور که خودش میگه دوستا و نزدیکاش سرش کلا گذاشتن و توی بازار ورشکست شد و با کلی بدهی مجبور شدش که کسب و کارش رو توی بازار تعطیل بکنه. اونجور که خود جواد یستاری میگه توی اون روزها حال روز خوبی نداشت و طلبکارا هر روز پیگیرش بودن و میخواستن طلبشون رو صاف بکنن و از طرفی جواد یستاری هم کسب و کاری نداشت که بتونه طلبکارا رو تسویه بکنه. جواد یستاری آدم بی تجربه‌ای توی بازار نبود و از سنین خیلی کم و نوجوانی توی بازار بودش. در کنار دورانی که داشت کشتی میگرفت همیشه توی بازار کار میکرد. اولا توی راسته کفش فروشا کارگری میکرد و رویه کفش میدوخت. بعدتر یه سمساری باز کرد و توی این سم فعالیت داشت، تا اینکه روزگار چرخش بر وفق مراد جواد یستاری نچرخید و اون اتفاق تلخ براش افتاد و ورشکست شد. ولی تو اوج ناامیدی جواد یستاری روزگار روی خوشش رو هم به جواد یستاری نشون داد و به صورت کاملا اتفاقی وارد مارکت خوانندگی شد و یه جورایی خواننده شدش. به خاطر سبک منحصر به فرد و کوچه بازاری که داشت به سرعت به شهرت رسید و طرفدارای زیادی پیدا کرد و برای اجرای برنامه‌هاش یه جورایی صف می‌کشیدن. جواد یستاری راجع به خواننده شدنش میگه من از نوجوانی و کودکی همیشه میخوندم، ولی خب دلی بود و واسه خودم. ولی به صورت حرفه‌ای بخوام بگم از سال 1352 وقتی که 27 سال سن داشتم با آهنگی از علی نودوس کارم رو شروع کردم و تا شروع انقلاب یعنی سال 57 هم کارم رو ادامه دادم و توی این 5 سالم همیشه بولد بودم و طرفدارای زیادی داشتم، ولی خب متاسفانه فقط تونستم 5 سال فعالیت بکنم و توی 32 سالگی از کارم که عشقم بود دست کشیدم. ولی خب تو همین 5 سال هم موفق شدم که 5 تا آلبوم رو روونه بازار بکنم و مخاطبا هنوز من رو با همین آهنگ ها در خاطرشون دارن. جواد یستاری 2 تا کار معروف داره که نسبت به بقیه کارهاش بیشتر شنیده شده، آهنگ صبر ایوب و آهنگ سپیده دم. اونطور که جواد یستاری میگه آهنگ سپیده دم آخرین آهنگی هستش که اون خونده، اونو توی سال 56 ساخته و خونده و بعد از وقوع انقلاب هم که دیگه نتونست کار بکنه. البته جواد یستاری برعکس خیلی از خواننده های هم نسل خودش هیچ وقت ایران رو ترک نکرد و مهاجرت نکرد. او میگه که اوایل انقلاب به من اجازه میدادن که توی یه سری از جاها برنامه اجرا بکنم، البته جاهای سالم. البته اونم همون ماهای اول نم نم جمع کردن و دیگه نذاشتن که اجرا بکنم.
جواد یستاری توی سال 1345 وقتی که 20 ساله بود ازدواج کردش. حاصل این ازدواج 3 تا فرزند پسر به نامهای رضا، مهدی و مجید بودش. مجید در سال 1374 در خارج از کشور بر اثر گاز گرفتگی در حمام جون خودش رو از دست داد. جواد یستاری راجع به فوت فرزندش میگه که مرگ فرزندش باعث شد که کمرش شکسته بشه و دیگه نتونه اون آدم سابق بشه. ولی خب متاسفانه این اتفاق چند سال بعد هم دوباره برای فرزند دیگه‌اش افتاد. رضا پسر دیگه جواد یستاری که در بلژیک زندگی میکرد در سال 1396 بر سر بیماری سرطان جون خودش رو از دست داد. در حال حاضر تنها فرزند جواد یستاری مهدی هستش که خوشبختانه در کنار پدرش در ایران زندگی میکنه. جواد یستاری تو این سالها خیلی تلاش کرد که بتونه مجوز فعالیت بگیره و دوباره به صحنه برگرده، ولی خب 40 سال اون رو سرد و اوندن و بهش اجازه فعالیت ندادن. ولی با این حال اتفاق عجیبی توی سال 97 بعد از 40 سال ممنوع کار بودن برای جواد یستاری افتاد که نور امیدی بودش برای اینکه بتونه فعالیتش رو دوباره شروع بکنه. جواد یستاری در سال 97 در سکانسی از فیلم دشمن زن در نقش آوازخونی تونست روی صحنه بره و یکی از آهنگهای معروفش رو توی این فیلم اجرا بکنه که توی پرده سینما هم رفت و حتی تو بخش شبکه نمایشیش هم این قسمت حذف نشده بود و انگار تهیه کننده این فیلم تونسته بوده مجوزهای لازم رو برای حضور جواد یستاری روی پرده سینما بگیره. ولی خب همین یه بار بود و بعدش دیگه جواد یستاری موفق نشدش اجرا بکنه. البته توی چند تا از برنامه پلتفرم‌های اینترنتی مثل شبکه آپارات و همین اخیراً هم برنامه TNT حامد آهنگی به عنوان مهمان حضور پیدا کرد و چند تا ترانه هم خوند، ولی خب خیلی فضای رسمی نبودش. جواد یستاری رابطه نزدیکی هم با خواننده های همدوره خودش مثل مهستی داشتش. حتی یکی از کارهای جواد یستاری که خیلی گل کرده بود توسط مهستی بعد از انقلاب دوباره اجرا شد که خیلی ها فکر میکردن که ورژن اورجینال مربوط به مهستی هستش، در صورتی که اول جواد یستاری اون رو خونده بود. جواد یستاری میگه من از این کار مهستی یه مقدار دلگیر شدم، ولی خب سالها بعد اون رو توی دبی دیدم و ازم عذرخواهی کرد واسه این کارش و منم بخشیدمش. جواد یستاری در مورد خواننده مورد علاقه‌ش هم میگه که در حال حاضر از صدای گلبا، ایرج و محمد اصفهانی خیلی علاقه دارم و پسر ایرج احسان خواجه امیری هم بد نیست، بعضی از آهنگاشو گوش دادم خوب میخونه و خیلی از جوانای دیگه هم کاراشون رو گوش میدم، ولی خب صدای خودم رو دوست ندارم گوش بدم چون میگم شاید ایرادی توش هست که منو ممنوع کارو ممنوع صدا کردن. جواد یستاری راجع به گذران زندگیش هم میگه در حال حاضر درآمدم از طریق اجراهایی هستش که واسه خانواده‌های مختلف برنامه اجرا میکنم یا کنسرت‌هایی که توی خارج از کشور برگزار میکنمه و منبع درآمد دیگه‌ای ندارم. داخل ایران هم که به من اجازه فعالیت رسمی رو نمیدن. جواد یستاری راجع به ممنوع فعالیت و ممنوع کار شدنش هم میگه به من هیچ چیزی نمیگن، فقط میگن صبر کن درست میشه. انگار میخوان من هم مثل مرحوم آقاسی بعد از مرگم آهنگام شنیده بشه. من جوونیم توی این کار گذشت و نتونستم اونجور که باید اجرا بکنم. دیگه کی میخوان به من مجوز فعالیت بدن؟ جالبه که چند تا از آهنگای من مثل آهنگ سپیده دم رو چند تا از جوانایی که خیلی هم شناخته شده نیستن اجرا کردن و خیلی هم بد اجرا کردن، ولی با این حال بهشون مجوز دادن و به صورت مجاز خیلی جاها اجراش میکنن و برسه این کار حتی از من اجازه هم نگرفتن. جواد یستاری راجب آهنگاش هم میگه برخلاف چیزی که خیلی ها فکر میکنن من راجب شعرهام خیلی دقت دارم. شعرام خیلی عمیقن و رو همشون فکر شده و یه داستانی هستش.
مثلا آهنگ سپیده دم ماجرای یه جوونیه که به خاطر رسیدن به عشقش رقیب عشقیش رو به قتل میرسونه و سپیده دم وقتی که میخواستن اون رو جلوی چوبه دار ببرن و اعدامش بکنن، تنها خواستش از اون مأمور زندان این بوده که اون عشقش رو بیارن تا الان که وقت رفتنش دوباره عشقش رو نگاه بکنه. متاسفانه توی سالهای اخیر یه لفظی هم به عنوان جواد بین جوانترها مرسوم شده که به یه چیزی که حالا خیلی خزه و از مد افتاده است و زیاد مورد پسند عموم جامعه نیست، میگن فلانی جواده یا فلان لباس جواده، که حالا ریشه این کلمه هم متاسفانه از جواد یساری گرفته شده، واسه اینکه همون زمان که جواد یساری هم ترانه های متفاوتی میخوند سبک و استایل و نوع اجراش متفاوت از عموم جامعه بود، واسه همین لفظ جواد رو واسه چیزهایی که از مد افتاده به کار میبرن. جواد یساری راجع به این مورد هم میگه من مشکلی با این قضیه ندارم و اصلا از اینکه این لفظ رو استفاده میکنن ناراحت نمیشم. امیدواریم که این خواننده خوب کشورمون بتونه حتی شده برای یک بار هم مجوز فعالیت بگیره و مثل خیلی از خواننده های دیگه آرزو به دل از دنیا نره. امیدواریم که همیشه سلامت باشه. شما هم حتما نظرتون رو راجع به این خواننده و آثارش برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. اگه با آهنگیش هم خاطره دارید اسم اون آهنگ رو برای ما کامنت بکنید. ممنون از همراهیتون. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.